ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرد. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran, but they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime. And they want change. They want peace, democracy, and human rights. And they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more, take a stand, choose a side. TheNewIran.com. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. یکی از بیش از 5500 نفر عزیزانی که روزی نیست و شبی نیست که یک نفر از داخل کشور و یا خارج از کشور، اکثرا با نام مستعار و بعضی و تعدادی که پیشرو هستند با نام حقیقی، دور هم جمع بشوند، همبسته و پیوسته بشوند و با هر قدمی که برمی‌دارند و هر کدام از این افراد که جلو می‌آیند یک تودهنی بسیار محکم می‌زنند به این سخنگوی وزارت امور خارجه ملاها که دیروز اومده گفته که اپوزیسیون خارج از کشور 5 دقیقه هم نمی‌تونن دور هم جمع بشن. باریکالله. علاوه بر این که سازمان‌ها و افراد مختلفی هستند که مدت‌ها این کار رو شروع کردن، نهاد مردمی یکی از بهترین نمونه‌های آن هست که افراد آزادی‌خواه،
سازمان‌های صادق و آزادی‌خواه به دور یک هدف مقدس و اون سرنگونی حکومت جبار و آدمکش ملاها و پشتیبانی از جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران و همکاری برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر دور هم جمع شدن به کوری چشم اینها. و هر روز می‌بینیم که همبستگی‌های جدیدی داره تشکیل میشه. همونجوری خدمتتون عرض کردم، به زودی زود امیدواریم که خیلی زودتر از اونی فکر می‌کنیم فراخوان جدیدی بیاد در رابطه با یک شورای ملی که مدت‌ها و ماه‌ها هست که یک تعداد سازمان‌های سیاسی مطرح و مورد احترام و منفردین مورد احترام و صادق ساعت‌های بسیار، روزهای متداوم دارن کار می‌کنند، زحمت می‌کشند و سعی دارن می‌کنند و هر روز به نزدیکتر میشه به اون قدم آخر که چتری درست بکنن که از همه افکار، از تمام ایدئولوژی‌ها، طرفداران پادشاهی، طرفداران جمهوری، کسانی که خودشون رو یکم چپ میدونن، راست میدونن، وسط میدونن، نمایندگان اقوام، نمایندگان حتی مذهبی و غیره بتونن و منفردین سازمان دور هم جمع بشن و خیلی محکمتر بزنن توی دهن کسانی که فکر میکنن اپوزیسیون نمیتونه با هم جمع بشه. البته دور هم جمع شدن قدم اول هست. یک برنامه و ساختار سیستماتیک داشتن برای روند حرکت و پروسه، اون البته کار مشکلتری هست که ما امیدواریم با تجربیاتی که بسیاری از این سازمان‌ها و گروه‌ها در سال‌های گذشته داشتن در طول مبارزات خودشون با جمهوری اسلامی بتونیم از اون استفاده بکنیم، از جمله نهاد مردمی آنچه را که انجام داده و دیگر کسی نیست که بتونه بگه نهاد مردمی نتونه موفق شده باشه. در یک سال و نیم، تقریبا دو سالی که گذشته، حتی یک نفر نتونسته بیاد که به این سازمان حمله بکنه، بگه اینا دزدن، اینا دروغگوان، این دنبال پولن، اینا جمهوری اسلامی هستن، اینا رأی مردم رو میدزدن، اینا پارتی بازی میکنن، اینا مردم سالار نیستن، شفاف نیستن. و اینا الکی نبوده، الکی نبوده، به خاطر اینکه سیستماتیک کار انجام شده. 15 باور اصلی بنابر تحلیل دو ساله بر کارهایی که اپوزیسیون در چند سال گذشته و دهه گذشته انجام شده، زیربنای این ساختار نهاد مردمی هست. و همه ما می‌بینیم که وقتی که زیربنا درست باشه، هم اشخاص فعال و شناخته شده صادق و مطرح میان جلو و هم جایی باز میشه که مردم عادی که دستشون به جایی نمیرسه، از کارگر و بنا گرفته تا مهندسین و دکترانی که در بالاترین مقام‌های شرکت‌های خصوصی و غیره هستن، دور هم جمع بشن و هر کسی اونجوری که میتونه بیاد و کمک بکنه در راهی که انجام شده. حالا در اون راه هم اشکالات دیگری هست که برای مثال ما حالا در فردا و هفته آینده در بتومون صحبت میکنیم. وقتی که شما یک سازمانی داریم با بیش از 5500 نفر عضو و همه اکثراً چیه؟ همه به اتفاق نیمه وقت و همه از صبح تا شب بعد برن کار دیگه بکنن برای نون در آوردن و زندگیشون رو گذروندن و بعد خسته بیان شبها و یا در طول روز سری کار بکنن برای آزادی کشور، اون یک سری مسائل دیگری رو در رابطه با مدیریت یک سازمان داوطلبانه و برنامه ریزی نمیاره. ولی خوشبختانه تا زمانی که سیستم باشه و طرح باشه و اشخاص دانشمند و آگاه بتونن اون رو حرکت رو با آگاهی و شفافیت جلو ببرن، مسلماً موفق خواهد شد. و این اشکال‌ها اشکالی است که روزمره در جای مختلف هست، به خصوص که پشتیبان و زیربنای اون ساختار سازمان مثل نهاد مردمی یک هدف و 5 اصل باشه که مساوی هست با حقوق بشر و آزادی خواهی و دموکراسی و برکناری و سرنگونی یک رژیم جبار و آدمکش و جنایتکار مانند حکومت ملاها. الان بسیار زمان حساس است. وضع خاورمیانه رو میدونیم،
روسیه هم دیگه تقریبا قبول کرده که باید اسد برود، حکومت جدیدی بیاید. بشار اسد هم که جایی نداره صحبت بکنه، امروز رفته با رادیو تلویزیون حکومت ملاها صحبت کرده. احمدی نژاد میره خونه آقای اسد، اسد میره خونه آقای احمدی نژاد، احمدی نژاد میره خونه اسد، اسد میره خونه احمدی نژاد. این وسط هم حسرتشون بره، یه سری هم ونزوئلا میرفتن. اون آقا بیچاره که اونم سرطان گرفته، پلو آقای کوبا هست، دوتایی مریض، همین سه چهار تا موندن. و حتی وزیر امور خارجه ملاها رو اگه نمیدونید پیروز دستگیر کردن. اجازه بدین که رفته بود کجا رفته بود؟ رفته بود قبرس، رفته بود قبرس با یه هواپیما. همونجا خبر اومده، فکر میکنم درسته، توی یکی از خبرنگارا. خلاصه ایشون رو دستگیر کردن و گفتن من وزیرم، گفتن بی خود وزیری، اسم تو لیست تروریستی دنیا و بانک‌ها و این حرفاست. خلاصه مثل اینکه دستبند و این حرفا و بردنشون زندان. بعد حالا اون وسط پارتی بازی و لابد پول و رشوه و ماچ و بوسه و این حرفا، مثل اینکه بعد آزاد کردنشون، حالا قرار برگرده یا برگشته. اینها علائمی هستش که رژیم آجوراش داره دونه دونه میفته. در طول برنامه امروز یه ویدیویی هم پخش می‌کنیم، یه آقای به نام سجاد حق‌پناه میگه من سپاه پاسداران بودم، اطلاعاتی بودم، این حرفا اومده بیرون، دونه دارن میان بیرون. هنوز شورای ملی درست نشده، هنوز اون اپوزیسیون منسجم قوی که همه سازمان‌ها رو در بر بگیره، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه، هنوز درست نشده. به محضی که اون درست بشه، مطمئن باشید روزی نخواهد بود و هفته‌ای نخواهد بود که این کنسولگرا و این سفرهای جمهوری اسلامی و کارمنداشون تو سفارتخانه‌های مختلف و هر کسی میتونه سوار هواپیمای فانتوم و غیر فانتوم و F-15 و F-14، F-15 نداره ایران، F-14 هم قدیم و این حرفا رو سوار بشن و بدون بیان یا ترکیه یا جای دیگه. این وسط ترکیه هم ببینید چقدر چجوری جالب بازی کرده. دیروز خدمتتون عرض کردم، خود حالا بگذاریم که این رئیس جمهور ترکیه دلش میخواد که برگرده به اون امپراتوری اتمان و نمیدونم سوریه رو بگیره و کلی با هم دعوا دارن این حرفا، ولی موشکش و هواپیماش رو زدن انداختن. ایشون نرفت از بنده مثل اینکه شماره 5 قوانین ناتو استفاده بکنه، که بند 5 از قوانین ناتو میگه کشورهای ناتو از بند 5 اگه استفاده بکنن، اینه که اگر حمله به یکی از این کشورها بشه، تمام اون کشورها از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی که ناتو هستن میتونن با هم متحد بشن و برن بابای اون یکی رو که حمله کرده در بیارن. ایشون از بند 4 استفاده کرد که بندی هست برای مشاورت، یعنی نخو فعلا داده به آقای اسد میگه و به روسیه آقای پوتین. ببینید شطرنج ها چگونه بازی میشه، که من ناتو رو حالا آوردم، ترکیه است دیگه، جزء ناتو، من ناتو رو آوردم، فعلا داریم مشورت میکنیم که چه بکنیم با آقای سوریه. آقای پوتین هم گفته اوپس، یکم لرزید. برای خودش میتونه زور بزنه، ولی با ناتو که نمیتونه زور بزنه. تمام اون چیز ورشوشون از در عرض 2 روز از هم افتاد. پاشید بگذریم. حالا اپوزیسیون تنها کاری که باید بکنه اینه که همبسته بشه. همونجوری گفتم هر روز همبستگی هست، این تلاش‌های مختلف، دادگاه‌هایی که در لندن هفته پیش انجام شد، کارهای دیگر، سالگرد زندانیان سیاسی، تلاش‌های دیگر، حتی شنیدم الان مشروطه‌خواهان دور هم جمع شدن، جشن مشروطه می‌خوان بذارن، متحد بشن، بسیار عالی. مسلماً جمهوری‌خواهان ممکنه همچین کاری بکنن، ولی در نهایت جایی و مکانی لازم هست که چه مشروطه‌خواه و چه جمهوری و چه چپ و راست با هم بیان و این مسائلی رو که برای در نهاد مردمی و سازمان‌های پشتیبان آن سال‌هاست که ما راجبش صحبت نکردیم، برای اینکه اون رو در این مکان جاش نمیدونیم و اون رو در آینده ایران بعد از آزادی ایران میدونیم که احزاب بیان و بعد بگن که چگونه دوست دارن که در آینده کشور اداره بشه، اون بحثا اونجا هست. حالا این وسط مردم ایران که 2 میلیون و چند میلیون یکی 2-3 سال پیش اومدن تو خیابون‌ها و به خاطر اینکه تمرکز قدرت و انسجام و همبستگی در خارج از کشور نبود و فشار لابیگری نمیتونست روی این کشور باشه، یا آقای اوباما هم تازه اومده بود و فکر میکرد که با زولوبیا و چایی و شیرینی میتونه با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بشه، دوست بشن و رفیق بشن و نشد، مردم ایران اون موقع گیر کردن. حالا مردم داخل کشور میفهمن چه خبره و هفته پیش اومدن و از داخل کشور برای مثال خودشون شروع کردن یک سری پیامک‌های موبایل که در تلویزیون ما گفتیم و گفتن به دلیل اعتراض به گرانی، این گرانی که باعثش تحریم‌ها هستن بسیاری و تحریم هم باعثش حکومت ملاها هستن که می‌خوان بمب بسازن، بمب اتمی بسازن، دارن دروغ میگن، تقیه میگن، پولای ایران رو می‌دزدن، محیط زیست رو دارن داغون می‌کنن، نصف بیشتر
سرمایه کشور رو به چین و روسیه و جاهای دیگه دادن، مردم اومدن گفتن آقا ما 3 روز شیر و نان نخریم. حرکتی از داخل کشور، نه به عنوان این که 3 روز شیر و نان نخرم جمهوری اسلامی از اون میفته میگن وای لرزیدیم چه شد 3 روز مردم شیر و نان نخریدن، چون بعضی من شنیدم تو اپوزیسیون اومدن گفتن که آره نمیدونم چرا مردم شیر و نان نخرن، این نمیدونم بعد و بعد مثلا یک چیزای خیلی دانشمندانه گفتن باید تحریم ها طرف مثلا به طرف سازمان های دولتی مال پاسداران باشه، به قول آمریکایی‌ها نو کیدینگ، یعنی باریکلا چقدر جالب و خوب. خیر، ولی وقتی که کسانی که واقعا میدونن نافرمانی مدنی یعنی چه، برعکس کسانی که ممکنه فکر کنن که نافرمانی مدنی فقط هوا کردن یک پرچم سرنگ شیر و خورشید در داخل کشور هست، خیر اونم نافرمانی مدنی هست، ولی به هیچ وجه یک نافرمانی مدنی بسیار پهناور که مردم ایران با هم کار و یک میلیون با هم بکنن نیست. کارهایی مانند اون با وجود نافرمانی مدنی هستن به خاطر خطرهایی که دارن، به خاطر اینکه نمیتونن همه گیر بشون در این روزها، اونها جرقه هستند. فرق اینه، هوا کردن یک پرچم سرنگ شیر و خورشید در داخل کشور و یا خودسوزی مثل اینکه اون شخصی که در کشور تونس کرد، اینها جرقه هایی هستند که بعد از اینکه مردم 3 روز شیر نخریدن، 3 روز نان نخریدن، 10 روز مرغ نخریدن، بورس نمیدونم کشور کمپانیای دولتی رو نخریدن، با هم تونستن تماس بگیرن، تمرین کردن که با یک دونه پیامک 1 میلیون نفر پیامک بگیرن، سوت بزنن تو خیابونا که الان یه سری از داخل کشور اون پیشنهادو کردن، قابلمه بزنن راه بیفتن، اون موقع هست که هیجان ها و قدرت ها به جایی میرسه که هوا کردن یک پرچم سرنگ شیر و خورشید برای مثال بالای میدان شهیاد که اون شخصی که ممکنه حتی تیر بخوره و کشته بشه، میتونه باعث جرقه بشه، کشور آزاد بکنه و تمام این انقلاب شروع بشه. این فرق تحلیل سیستماتیک هست و دانش. کسانی ما مثل دکتر منوچهر گنجی داریم که سالها این کارو کردن، نافرمانی مدنی و کتابهای و غیره، و این واقعا بی انصافی هست که مردم داخل کشور رو احمق خواند، که این مردم داخل کشور نمیفهمند میخوان برن 3 روز شیر نخورن و احیانا چرا یک رسانه و جای دیگه اومده یا اعلام کرد یا پشتیبانی کرده. به هر صورت اشکالی نداره، برای اینکه همه افراد و گروه ها و رسانه و سازمان ها در یک حد نیستند. افرادی که در اونجا کار میکنن و زحمت میکشن همه در یک حد نیستند. ما نمیتونیم بگیم که همین 5000 نفر نهاد مردمی، از این 5000 نفر الان ما خودمون میدونیم 25 نفر 30 نفر 40 نفر هستن شبانه روز کار میکنن. تازه اون شبانه روز هم 7-8 نفر شبانه روز، بقیهش یه سری روزا یه سری شبا و غیره. پشتیبانی کردن فرق میکنه با کار کردن، و کار کردن فرق میکنه با شایسته بودن. بسیاری میخوان کار بکنن ولی بلد نیستن، فتوشاپ بلد نیستن، ادیتور. و من یه ساعت پیش داشتم با خانم طلا صحبت میکردم، یکی از داوطلبان شخصیت حقیقی که اومده داره ویدیو کلیپ درست میکنه. حالا من برم به این عزیز کوروش که بنا هستن بگم کوروش جان لطفا یه ویدیو کلیپ درست کن، انیمیشن که اینجوری باشه این حرفا. هر کسی کار خودش، کوروش کار خودشو میکنه، اطلاعاتی که اون میده، این پاسدارا که اومدن، اینی که از زیر اومده، ولی برنامه ریزی میخواد جذب بشه، کار درست انجام بشه. برای من امیدوارم عزیزانی که میکروفون دارن و بلندگو دارن یکم با دقت بیشتری صحبت بکنن، مردم داخل کشور رو ناامید نکنن، نگن فوری برید پرچم هوا بکنید یا نمیدونم این کارو اون کارو بکنید. اینها سر موقع به موقع خواهد شد و مردم داخل کشور میبینن، و به خصوص وقتی که یک حرکتی از داخل کشور شروع میشه. ما که اینجا نشستیم با کراوات و آب و چای و نمیدونم بریم تظاهرات فدرال بیلدینگ 2 ساعت 40 کباب هم بعدش بخوریم میگیم به به چه کارو خوبی کردیم، آب سرد نریزیم روی این کاری که این عزیزان دارن میکنن. در اینجا اجازه بدید که بنده از یکی از عزیزانی که از داخل کشور هستن، خانم فرهنگ که در اتاق پلتاک تشریف دارن و اگر صدای من رو امیدوارم دارن، با اینکه سرعت اینترنتی بسیار کم است و الان ملاها مزدورا نشستن که هی اینترنت هم کمتر بکنن که صدایشون هم به ما نرسه، اگر صدای من دارن یه علامت بدن، بر دستشون هم بالاست، و گزارشی در رابطه با هفته گذشته بدن و این حرکت جدیدی که اعلام شده و در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. و بعد از اون مهمان عزیزی داریم، جناب آقای امیر حسین موحدی، عضو دفتر سیاسی نهاد مردمی، که هر هفته مقاله ها و گزارش هایی که از این دفتر میاد در سراسر جهان در بخش
مجازی پخش میشه و طرفداران بسیاری هم داره. بانو فرهنگ وارسته عزیز، درود بر شما، متشکرم که این ساعت دیر وقت با ما هستید. بفهمید، خواهش میکنم، میکروفون خدمت شما. درود دکتر فروتن عزیز و تمامی بینندگان سیمای نهاد مردمی و عزیزان در تالار پالتاک. دکتر فروتن عزیز، من چیزی رو که خودم طی روز شنبه و دوشنبه در سطح شهر شاهدش بودم، روز شنبه عصر من منطقه خودمون از جلوی چندین نونوایی رد شدم، دقیقا ساعت 5 که معمولا پخت نونوایی ها هست، خلوت بود، یعنی نون پخت شده بود و گذاشته بودن اصطلاحا رو اون پیشخون و مشغول خنک شدن بود، ولی کسی صفی جلوی نونوایی نبود که اون نون رو بخره، یا اینکه سوپرهایی رو که رد شمگی یخچالشون پر شیر بود، سبدهای شیری که اومده بود همه کماکان لبالب در داخل سوپر وجود داشت. این در رابطه با روز شنبه، یعنی اولین روز تحریم بود چیزی رو که من دیدم. روز دوشنبه مجدداً ظهر من در سطح شهر کار داشتم و مجدداً از جلوی چندین نونوایی سر ظهر رد شدم، همین جایی که پخت شده بود مونده بود روی پیشخون مشغول خنک شدن و من صفی یا خریداری جلوی نونوایی مشاهده نکردم. سوپرها رو باز چک میکردم، دیدم دقیقا همون مشکل روز شنبه است، یعنی شیرها در یخچال مونده، سبدهای شیر هنوز کماکان پره در درون مغازه و کسی شیرها رو اصطلاحا نخریده. فقط یکی از سوپرهایی که داشتم رد میشدم تعجب کردم، دیدم نه سبد شیر در داخل مغازه داره، نه توی یخچالش حتی یه شیشه شیر برای مثال پیدا نمیشه. کنجکاو شدم، رفتم داخل مغازه سراغ شیر رو گرفتم که به اصطلاح شیر بخرم ازش. دیدم برگشت گفت این چند روزه ما شیر نیاوردیم، باز از فردا انشالله بیاریم. اینم پاسخی بود که فروشنده اون مغازه به من داد. بعد گواه دیگه موفقیت آمیز بودن این طرح دقیقا خبرهایی بود که خود خبرگزاری های این رژیم منتشر کردن. برای مثال خبرگزاری فارس اعلام کرد از ساعت اولیه صبح مردم با حضور در صفهای شیر آزاد و یارانه‌ای مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی غرب و شرق وارد کردن. ولی گویا این آقایون یادشون رفته از اول امسال اصلا شیر یارانه‌ای دیگه توزیع نمیشه در داخل ایران. یا روزنامه کیهان تحت خبری خانه تکانی در شروع تابستان، رشد خرید و استفاده از مواد لبنی توسط مردم اشاره کرده که با استفاده از وایتکس در شیر و به دلیل خوش بودن مخروم به سرفس که برای تمیز کردن پنجره ها از شیر استفاده میکنن، یعنی این روزنامه حکومتی خودش تایید کرده که در شیرهای مدت دار از وایتکس دارن استفاده میکنن، غیر از اینکه خب یه خبر دروغین اینجوری خواسته منتشر کنه که حفظ ظاهر کنه، به قول خودشون مشت محکمی به دهان استکبار جهانی بزنن. یا روزنامه تابناک رونمایی از محصول جدید شرکت ساندیس، متخصصان داخلی برای اولین بار از شیر ساندیس با طعم انواع نان رو نمایی کردند. اولین بسته های این محصول همزمان با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر وارد بازار می شود. خلاصه این هم یه چند تا نمونه از خبرهایی که واقعا بیشتر حکم طنز و جوک داشت در این رابطه بود که خب نشون میده به خوبی موفقیت آمیز بودن طرح تحریم
خرید نان و شیر و توسط مردم و البته همینک پیامک دیگری و خبر دیگری توسط مردم تو شبکه‌های اجتماعی داره جابجا میشه و اون تحریم یک هفته‌ای خرید مرغی که از هفته دیگه یعنی از تاریخ 10 الی 16 تیر در اعتراض به گرانی مرغ مجدداً مردم اصطلاحاً حرکتی مردمی رو انجام دادن و از همدیگه دارم میخوان که این همبستگی رو نشون بدن و مرغ رو خریداری نکنن. یا خبر دیگه‌ای که حداقل 48 ساعت منتشر شده تحریم بورسه که در واقع خرید و فروش و نگهداری سهام اوراق مشارکت مربوط به شرکت‌های دولتی رو در واقع خواستن که مردم تحریم کنن و این اوراق مشارکت رو از بانک‌ها خریداری نکنن، در بورس هم خریداری نکنن. این به طور کلی اخباری بود که در رابطه با تحریم اقتصادی داخلی من داشتم که خدمت شما ارائه کردم و امیدوارم طرح تحریم خرید مرغ هم تو هفته دیگه همچون طرح این هفته موفقیت آمیز باشه. سپاس از فرصت داده شده. میکروفون رها. با درود بانو فرهنگ عزیز، هموطن عزیز، این خبرهایی که خانم فرهنگ دادن من برای اولین بار میشنیدم و ایشون همینجور که میدونید به خاطر شغلی که دارن، کاری که دارن و نوعی که کار میکنن نمیایند و فقط و چون در نهاد مردمی چندین مسئولیت مهم دارن از جمله ترجمه فارسی به انگلیسی، یعنی مدیر گروه ترجمه نهاد مردمی یک فرد مستعار هست که بنده ایشون رو ندیدم، نه عکسشون رو میدونم چیه، نه قیافش رو میدونم چیه، نمیدونم چند سالشونه. یک شخصی هست به نام فرهنگ، مدت هاست عضو نهاده و در نهاد مردمی بر اساس شایستگی و لیاقت همینجا کار میکنن و همین که از اعضای گروه ناظر و شورای تدارک دوران گذار نهاد مردمی هستن، داوطلب شدن، رأی آوردن و دارن کار میکنن. پس نیومدن بگن که ما شنیدیم مرغ نب یعنی نون نبوده یا این حرفا. نه تنها توضیح دادن که چه روزایی و چگونه و مثالم زدن، بلکه این اخباری که من برای اولین بار شنیدم که دارن در روزنامه و مثلا این جریانات رسانه جمهوری اسلامی میگن، این بزرگترین علامته و این بزرگترین موفقیت. اصلا فرق نمیکنه کسی شیر و نون خریده باشه یا نخریده باشه، اینا از ترسشون رفتن این خبر رو دادن، گفتن آقا صحفای شیر چنان بوده که حالا میگن یاران هم مدت هست و شیر نمیدن. یعنی این همین پیامک و یا خبر پیامک تموم شد، موفق بود، تموم شد رفت. این رو باید با افتخار به عنوان موفقیت مردم ایران با فکری که داشتن گذاشت، تموم شد رفت. باعث شد رژیم واکنش نشون بده. رژیم اگه بیکاره بیاد راجع به شیر و مرغ و این حرف و حرف بزنه، باعث شد رژیم واکنششون بده. این تموم شد موفقیت، تموم شد قدم دو. نه کسی کشته شد، نه کسی باتوم خورد، نه کسی زندان رفت و نه کسی پرچم سرنگ شیر و خورشید لزوماً هوا کرد و یا کارهای دیگه، شعارنویسی، دیوارنویسی که بسیار مهم هست. حالا شما حدس بزنید اگر این حرکات با یک انسجام بزرگ، با یک همبستگی بزرگ از داخل کشور میاد، در اینجا هم بررسی بشه و تمام رسانه‌های ایرانی، نه که هر کی بیاد بگه نه آقا این بیخوده برای اینکه مال من بهتره، نه، و به دنبال یک فراخوانی از طرف یک شورای مرکزی اپوزیسیون به شورای ملی اینها ادامه پیدا بکنه هر هفته و هر ماه، ببینید چی میشه. اون قدرتی که مردم میخواستن و اون قدرتی که سالهاست ما منتظرش هستیم و هر کدوم از اینها باعث خواهد شد که هر روز یک سجاد حق پناه دیگری از داخل رژیم بیاد بگه آقا من اشتباه کردم 33 سال، حالا میخوام با مردم باشم. تازه اولش شروع شده. بنابراین حالا در رابطه با تحریم بورس و غیر و این حرفا صحبت میکنیم، همونجور گفتیم. حالا این کارا باید هدفمندتر باشه. مسلما اگر شما عزیزانی در داخل کشور هستید که اسناد درست دارید و شواهدی که
این کارخونه، این شرکت، این بورس، این کارونه بورس دولتی فلان، این حرفا کیا هستند، اون موقع دونه دونه میریم دنبالشون و کمک میکنیم پیشنهادهای شما رو با بررسی و صدای شما به جهانیان و به خصوص در داخل کشور برسه. با تشکر زیاد از بانو فرهنگ وارسته عزیز. خانم وارسته در پلتاک در ضمن نوشتن حتی یادم رفت بگم در خصوص تحریم مرغ برای هفته دیگر استاندار تهران گرانی مرغ را توطئه خوانده است. خب هنوز بنده بار اول امروز راجع به مرغ میشنوم. راست یا دروغ؟ استاندار میگه آقا توطئه است. وقتی میگه توطئه است ترسیدن. هموطنان عزیز ببینید این یک مسئله روانی هست. شما اگه خودتون یه کار بدی کرده باشید بقیه مردم نمیدونن این کار بدی کردید. حالا کار بد چیه؟ چه میدونم دو تا چای خورید به جای یه چای بخورید، نمیدونم اینو ورشید، سر کار دیر رفتید، سه روز دیر رفتید، این حرفا. شما میدونید که کار بدی کردید، بقیه مردم که نمیدونن. ولی اگر شما به جای یه چای سه تا چای خوردید، حالا اونجا مثلا دو نفر نشستن همینجوری با هم صحبت میکنن میگن که آره راستی این چایا کم شد زیاد شد اینا، شما به خودتون میگیرید فوری میدید اعلام میذارید نخ، اصولا ما همه باید یه چای بخوریم، من یه چای میخورم، این حرفا. این استاندار ترسیده، این استاندار اسم مرغ اومده میگه توطئه، اسم شیر اومده میگه تو دهنی توی نمیدونم دزد دروغ آمریکا. هموطنان عزیز در این بخش برنامه جناب آقای امیر حسین موحدی، همونجوری گفتم که با همکاری برادر محترمشون از شخصیت‌های حقیقی نهاد مردمی هستند، از زندانیان سیاسی که در این حکومت ملاها بسیار اذیتشون کردن و بعضیا از شما ممکن داستانای این عزیزان بدونید، یکی از اینها زنده به گور شد و به هر صورت دو ژورنالیستی که هر هفته سعی میکنن گزارش هایی رو که مربوط به وضع ایران هست از طرف دفتر سیاسی با همکاری معاون اجرایی و نظارت دکتر بیژن کریمی در بخش اجرایی بفرستن، در اکثر جای مجازی پخش میشه در و سایت های بسیار پرطرفدار علاوه بر سایت نهاد مردمی و ما میبینیم که چقدر طرفدار داره و ایمیل های مختلفی هم در رابطه با این مقاله ها میاد. هفته گذشته دفتر سیاسی نهاد مردمی موضوعی رو مطرح کرده بود که مربوط میشه به همین مثلا تحریم ها و انواع نافرمانی مدنی. با درود به جناب موحدی عزیز، با تشکر از اینکه دعوت سیمای نهاد مردمی رو قبول فرمودید، درود بر شما. درود میفرستم به شما و بینندگان عزیز سیمای نهاد مردمی و با افتخار به اینکه یکی از 5500 عضو نهاد توانمند و پیشرو مردمی ایران هستم در خدمتتون هستم آقای دکتر کوچک. خیلی متشکرم جناب موحدی، لطف بفرمایید اگر ممکنه خلاصه ای از مقاله ای که از دفتر سیاسی در آمده بود و اون گزارش رو اگر ممکنه در رابطه با این نافرمانی مدنی، ریشه هاش، فرقش با بعضی صحبت هایی که میکنن بفرمایید، خواهش میکنم. بله، حرکت بزرگی که به همت خرد جمعی ملت ایران در هفته گذشته آغاز شد تحت عنوان نافرمانی مدنی و تحریم منابع درآمد رژیم جمهوری اسلامی چنان از اهمیت برخورداره که رژیم چنین به حراس افتاده. البته حراس رژیم در وهله اول از موفقیت نسبی گام اول خرید شیر و نان نبود، چون رژیم به خوبی میدونه و حراسش از اینه که به دنبال این حرکت زنجیره ای از حرکت نافرمانی مدنی در کشورمون واقع خواهد شد. معذرت میخوام، به ویژه اینکه ما در آستانه آغاز رسمی تحریم های بین المللی علیه ایران هستیم و امروز خبرهایی که از کشور داشتیم قیمت ارز دلار از مرز 2000 تومان گذشته و یک طوفان عظیم اقتصادی در کشورمون در راه که با آغاز تحریم های گسترده بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی آثار اون به بازار متلاطم اقتصادی کشورمون به سرعت سرایت خواهد کرد.
رژیم همیشه مترصد فرصت بوده تا در مواقعی که احساس خطر میکنه با کوچیگری و اعمال خشونت به پانه های مختلف بر اساس اون اندیشه‌ای که داره و نظامش رو بر اون اساس گذاشته که النصر به روح یعنی پیروزی با ایجاد وحشته، همیشه منتظر فرصتی برای اعمال خشونت و هوچیگری است تا به اعتماد به نفس مردم صدمه بزنه. اونچه که در جنبش سبز به شدت به اعتماد عمومی مردم اعتماد به نفسشون صدمه خورد با سرکوب‌ها و خشونت‌ها، اکنون با حرکت نافرمانی مدنی که شروع شده برای این اعتماد به نفس اعاده میشه، بدون اینکه رژیم مجال پیدا بکنه، بهانه‌ای پیدا بکنه، همونطوری که فرمودید دست به خشونت بزنه و تئوری النصر به روحش رو بتونه اجرایی بکنه. یک پیامک ساده با تکثیر عمومی آغازگر یک تمرین برای اتحاد و این انگیزه است که رژیم رو اکنون به وحشت انداخته و کارشون به جایی رسیده که با یک قیامک اینچنین به استیصال میفتن. بنابراین جایگاه این حرکت مدنی جدیدی که آغاز شده با توجه به سابقه تاریخی این حرکت، آنچه که ملت‌ها برای رهایی خودشون از همین روش‌های ساده و به دور از خشونت استفاده کردن، نشون میده که ما نیازمند هستیم که روی این حرکت دقت نظر بیشتری بکنیم و مطمئن باشیم که گام‌هایی که به همت خرد جمعی برداشته میشه. آقای خامنه‌ای، فرماندهان سپاه پاسداران، اینجا استکبار جهانی فرمان تحریم خرید شیر و نان رو نمیده. این خرد جمعی ملت ایرانه که همیشه به کمک در بزنگاه های تاریخی به کمک ملت اومده. ملتی غیر قابل پیش بینی که با خرد جمعیش تصمیم میگیره بیدایی کنه. با ارسال یک پیامک شما رو اینچنین به لرزه انداخته. و نهاد مردمی ایران به عنوان یک قانون پیشرو و مترقی که به دقت رصد میکنه اوضاع و احوال داخلی کشور رو، اکنون به همت یارانی که داره بگه که به ایجاد یک کارگاه هوشمند کردن این نافرمانی مدنی پرداخته و سیمای نهاد مردمی هم امیدواریم که در کارداری که رو به گسترشه پایگاه خبری خوبی برای مردم باشه. سایتمون که این نافرمانی مدنی رو خبررسانی ها، اطلاع رسانی ها و جلو رفتن در این کاره و هوشمند کردن این نافرمانی مدنی، رایزنی های گسترده‌ای که شد با داخل کشور، با مبارزین در داخل کشور و اعضایی که در خارج از کشور وجود دارند، هوشمند کردن این نافرمانی مدنی همزمان با قطع منابع اقتصادی رژیم از خارج میتونه رژیم رو به نهایت استیصال و اضمحلال برسونه و زمینه رو برای خیزش نهایی آماده بکنه. همونطور که فرمودید، مثلا با نشان کردن و شناختن پایه‌های اقتصادی رژیم، منابع درآمد رژیم، مثلا مخابرات رژیم جمهوری اسلامی که در قبضه سپاه پاسداران و رهبری هستش، ما مردم ما خرد ما نمیگیم، با الهام از خرد جمعی میگیم که میتونن مردم ما با مثلا خاموش کردن تلفن‌های همراه به مدت 12 ساعت یک خسارت هنگفت بزرگ به اقتصاد جمهوری اسلامی بزنن، یا با تحریم خرید از فروشگاه زنجیره‌ای رفاه
که در مالکیت بنیاد مستضعفان و منافع سرکوبگرانه و تروریستی جمهوری اسلامی است. از این فروشگاه مردم میتونن با خبررسانی به همدیگر خرید نکنن. این به این زبان ساده هوشمند کردن نافرمانی های اقتصادی به زبان ساده یعنی همین، یا خبررسانی اطلاع رسانی برای افزایش مصرف انرژی و برق در ساعات معینی از روز، بدون اینکه رژیم مجال پیدا بکنه که به سرکوب و ترساندن مردم اقدام بکنه، و به این طریق اتحاد تمرین میشه، اعتماد به نفسی که مدتی صدمه دیده بود به مردم برمیگرده و مردم به خودشون ارزش کار خودشون رو میدونن و به خودشون بها میدن. به قول دیسورو فیلسوف معروفی که مانیفست نافرمانی مدنی رو نوشته، وقتی که میبینی قانونی برای عدالت مضر، فوراً اون قانون رو زیر پا بگذار. و این نافرمانی مدنی زیر پا گذاشتن ساختارهایی است که به تقویت اقتصادی رژیم سرکوبگر میپردازه. من در یک دقیقه ببخشید، من اون چی که در دارم موعد اجازه بدید، من همین قبل از چند سال دقیقاً می‌خواستم چیزی رو که مطرح بکنم و شما هم در صحبتتون فرمودید و قبل از اونم گفتیم، تازه نخریدن شیر و نان به اون صورت نافرمانی نیست، این یک حرکت مدنی و همونجوری فرمودید اینا تمرین هایی است که باید بشه. یعنی ما حالا خواهیم رسید به نپرداختن نمیدونم قبض آب و برق و غیره که بارها راجبش صحبت شده، ولی اون حرکت نتونسته انجام بشه، برای اینکه خیلی‌ها میترسن حالا میان نمیدونم برقمون اینجوری میکنن، میان در خونمون کنترل اینجوری میکنن غیره، ولی این حرکتی که الان شروع شده تمرینی هست برای آگاهی رسانی که اصل دوم حرکت‌های نافرمانی مدنی هست، که مردم باید مخالف رژیم باشن یک، و دوم این که باید بدانن که بقیه هم مخالف هستن، و سومی رکنش اینه که باید هماهنگی باشه که اون یک مدیریت و رهبری این حرفا میاد. الان با این کاری که با مرغ و شیر و نون این حرفا شده، مردم باید بدونن که ما الان بین این دو رکن دو و سه هستیم. یعنی با اینکه مردم فقط پیامک بزنن یه روز شیر نخریم، یه روز مرغ نخریم، یه روز پیشنهادی کردید من 12 ساعت موبایل و همراهمون خاموش باشه، از این فروشگاهی که مال بنیاد مزعصم خرید نکنیم، اینها به تنهایی هیچ کدوم رژیم رو باعث سرگونیش نمیشوند، ولی اعتماد به نفسی که به مردم میده که این حرکت داره انجام میشه که برن فروشگاه ببینن، همینجوری که خانم فرهنگ گفتن یهو نون همونجا داغ داغ نشسته سر شده کسی نمیخره، یا مرغا داره میپوزه، و اعتراضایی بکنن، و البته اینو همینجوری هدفمندتر ببریم جلو که قشنگ بتونه بذاریم به واقعا وسط قلب این ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که جمهوری اسلامی داره پشتیبانی میکنه و اینها قوی تر و قوی تر بشه. عذر میخوام، بفهمید، خواهش میکنم ادامه بدید. بله، در همین راستا در کنار تمرین مبارزه نافرمانی مدنی، یک موضوع مهم دیگه هم هست. تحریم ها از چند روز دیگه شروع میشه و رژیم جمهوری اسلامی این یک حقیقته، محضه که قادر نخواهد بود نه تنها حقوق و مزایای کارگران و کارمندان خودش رو بپردازه، بلکه مقدم چینی میکنه که سرمایه های مردم و پسنداز هایی رو که در بانک ها گذاشتن رو بلوکه بکنه. این یک خطر جدیه. بنابراین در ادامه این نافرمانی مدنی یک حرکت برای بهبود اقتصادی مردم خودشون هم انجام بدن، و اون بیرون کشیدن سرمایه ها و پسنداز های خودشون در فرصت باقی مانده از بانک های جمهوری اسلامی است. به طوری که خبرگزاری ایلنا، از خبرگزاری های رسمی رژیم جمهوری اسلامی، در یک مقدمه چینی آشکار روز پنجشنبه اول تیر ماه مخابره کرد که یک حمله سایبری به سایت های بانک مرکزی شده و عملا گفت که ممکنه که پرداخت ها بلوکه بشه و بانک های ما قادر به انجام کار نباشن. بنابراین رژیم داره مقدمه چینی میکنه که سرمایه های مردم رو به اونا برنگردونه، آگاه باشن، مردم پولاشون از بانک ها بیرون بکشن،
به ویژه از صندوق های قرض الحسنه ای که به ویژه مهر مولا الموحدین و سامن الائمه که مال آقای خامنه ای پولهاشون رو بیرون بکشن و با همدیگه در تماس باشن به همت خرد جمعیشون و برای خبررسانی علاوه بر پیامک میتونن از تلفن به رادیو تلویزیون هایی که مستقیم برنامه دارن استفاده بکنن، از شعارنویسی، پخش شبنامه با رعایت مسائل امنیتی، این اخبار رو منتشر بکنن، خبر اقدام ها و گام های برایشون رو در خدمت. جناب موحدی عزیز، طبق معمول هر هفته بسیار متشکرم از حضور شما در سیمای نهاد مردمی و همچنین گزارشات مرتبی که هر هفته میفرستید و امیدوارم که ما هر هفته بتونیم که شما رو در یکی از برنامه داشته باشیم در رابطه با مقاله و یا گزارش هفته گذشته. با تشکر مجدد و سلام به برادر گرامی برسید. خدا نگهدار. آینده ایدان پایدار باشید. هموطنان عزیز، حالا نگاه میکنیم به این ویدیو کلیپی که آقای سجاد حقپناه که ظاهراً در بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران بوده ویدیویی رو فرستادن، مثل که در چند بخش در یوتیوب گذاشتن. اولیشو با هم گوش میدید. خدمتون گفتم این شمارش معکوس و تیک تیک ساعتها بلندتر و بلندتر داره میشه در رابطه فروپاشی و سرنگونی رژیم حکومت ملاها. هر جا رو که نگاه میکنیم علائمش هست و به زودی زود امیدواریم که یک تشکیلات منسجمی همبستگی اکثر ایرانیان و سازمانها به خصوص سازمانهای مطرح و منفردین صادق که در راه آزادی ایران کار میکنن بتونیم همگی رو با هم در یک جای مکان داشته باشیم که ضربه آخر رو بتونه به این حکومت ملاها بزنه و ایران و ایرانی آزاد باشه. با همین ویدیو رو نگاه میکنیم. من سجاد حقپناه، متولد سال 1359، حدود 12 سال قبل در سن 18 سالگی با هدف اینکه به کشور و هموطنان عزیزم خدمتی کرده باشم، با این باور که آینده کشورم بسته به عمل کرده من و ما درخشان است، جذب اطلاعات سپاه شدم و پس از گذراندن دوره‌های تخصصی تا مرحله کارشناسی ارشد و معاون اتاق فکر و تحلیل و بررسی اطلاعات سپاه استان فارس طی 10 سال ارتقا یافتم و در بحبوحه انتخابات دهم ریاست جمهوری بسیاری از واقعیت‌هایی که تا آن زمان بر من پوشیده بود آشکار شد و برخلاف دیدگاهی که تا آن زمان به من تلقین کرده بودند، دیدم که منافع کشور و مردم ایران از منافع سران حاکمران کاملا جداست و با هم فاصله زیادی دارند. و بعد از روشن شدن این موضوع بران شدم که به صف ایرانیان واقعی که قلبشان برای ایران و آینده آن میتپد بپیوندم. لذا به هر شکلی از تشکیلات جدا شدم و به مردم پیوستم، ولی مجبور به ترک کشور شدم و همکنون در کشور سوئد مستقر هستم و از آن زمان در فکر خدمتی مؤثر به این جنبش آزادی خواهانه مردم هستم و از آنجا که من شناخت کافی از واکنش‌های احتمالی از هر طرفی دارم، سعی کردم که بیگدار به آب نزنم و کاری را که شروع می‌کنم ناتمام ننمایم. بنابراین ابتدا بران شدم که از طریق چند ژورنالیست معروف و رسانه‌هایی که در خارج از کشور هستند و صدای بلندی دارند و همچنین در بین مردم دارای محبوبیت نسبی هستند، صدای خود را به گوش هموطنانم برسانم و اطلاع رسانی نمایم. ولی به هر علتی متاسفانه همکاری لازم را به نحوی که من می‌خواستم نداشتم. به همین علت تصمیم گرفتم که تمام خطراتی که وجود دارد را به جان بخرم و با امکانات محدودی که در اختیار دارم کاری کنم که این اطلاعات به دست هموطنان مبارزم برسد. پس باید خودم اقداماتی را انجام دهم. لذا شروع به نوشتن اطلاعاتی که در ذهنم داشتم و به درد مردم میخورد کردم و بعد از آن شروع به پر کردن کلیپ های ویدیویی نمودم. این برنامه ها شامل اطلاعات جامعی از تشکیلات سپاه، استراتژی ها و چشمانداز های اصلی نظام، نحوه عملکرد دولت در انتخابات و دیگر مسائل است که در نوشته ها به صورت خلاصه در 50 قسمت
کلیپ به 6 تا 10 دقیقه‌ای تنظیم شده است که خواهید دید و امیدوارم که نوشته های مذکور نیز در آینده نزدیک به شکل کتاب در اختیار علاقمندان قرار گیرد. و از آنجایی که من شناخت کافی از واکنش های بعد از پخش این مطالب را از هر طرف تا حدودی می دانم، لذا برنامه های خود را به طریقی تنظیم نمودم که در صورت بروز هر مشکلی از هر طرف و هر جهت در روند اطلاع رسانی هیچ گونه خللی ایجاد نگردد و برنامه ها به صورت روتین و طبق زمانبندی انجام شده به رؤیت علاقمندان برسند و طبق این برنامه زمانبندی حد اکثر در هر هفت روز یک کلیپ در روی یوتیوب و صفحه فیسبوک شخصی و سایتم قرار خواهد گرفت و انتظارم از عزیزان این است که این کلیپ ها را به صورت گسترده در اختیار مردم و دوستانشان قرار دهند تا مردم بتوانند از این اطلاعات بهره برداری لازم را در جهت حرکت های بعدی خود داشته باشند. همینجا باید بگویم که من هیچ گونه وابستگی به هیچ حزب و گروه سیاسی ندارم، ولی از هر حرکتی که در راستای منافع ایران و ملت ایران باشد حمایت میکنم و از طرف دیگر باید همینجا از ملت عزیز و با غیرت ایران عذرخواهی کنم و از آنها برای فعالیت 10 ساله‌ام به این سیستم خائن به مملکت طلب عفو و بخشش نمایم، زیرا من با تصور این که به ایران خدمت میکنم در صف شما نبودم. هدف من از این سلسله برنامه ها که 50 کلیپ بین 6 تا 10 دقیقه است در جهت شفاف سازی و پرده برداری از سیستم کثیف جمهوری اسلامی ضد ایران و ایرانی برای هموطنان عزیزم است. میخواهم تمام سیستم اهم از نقاط ضعف و قوت و نحوه عملکرد آن را برای شما روشن کنم تا در ادامه حرکت آزادخواهانه خود این شیر پوشالی را بهتر بشناسید. پس در صورتی که فکر میکنید این عمل مؤثر خواهد بود، اطلاع رسانی کنید، منتظر کلیپ دوم باشید و در نظرسنجی که در صفحه فیسبوک گذاشته ام شرکت کنید تا در صورت نیاز کلیپ ها را بر اساس اولویت و نیاز مردم زمان نمایش آن را بر روی اینترنت تغییر دهم تا از زمان بهترین بهره را ببریم. من باید از تمام روشنفکران و مبارزان سیاسی و مدنی که باعث روشن شدن من و امثال من شده اند عمیقا تشکر کنم و هر گونه تغییری که در من به وجود آمده است مدیون روشنگری آنهاست و آنها هستند که هزینه این حرکت مردمی را به همراه مردم پرداخت می کنند. به امید دیدار شما در میدان آزادی و برگزاری جشن بزرگی برای برقراری دموکراسی در ایران، بدرود. هموطنان عزیز، شروع شد. هموطنان عزیز، مظلومین داخل کشور، شروع شد. دست آقای سجاد حق پناه درد نکنه، البته در بنده نه شما خبر نداریم ایشون دقیقاً چه بودن و چه کردن و احیانا دستشون به خون آغشته بوده یا نبوده، ولی اومدن میگن یک اپوزیسیون خارج از کشور، دستتون درد نکنه، من روشن کردید. بعد از 33 سال بالاخره فهمیدم که اینا چه جنایتکارانی هستن و شیر پوشالی هستن. حالا یکم طول کشید آقای حق پناه، ولی بازم باری کلا امروز به جای یه سال دیگه. دومم میگن که من کسی زیاد معلم نذاشت و اینا، خودم این کارو کردم. وقتی که از دوستان تو اتاق پلتاک نوشتن ایشون هنوز نیومده، میخوان رئیس جمهور بشن، رئیس اپوزیسیون بشن. موضوع این نیست، موضوع اینه که هموطنان عزیز اتفاق داره میفته و بر ما و شما و به خصوص مردم ایران است که در روز آزادی ایران چگونه با افرادی مانند آقای سجاد حق پناه و بسیاری که از ایشون بهتر هستن یا بدتر هستن آدم روبرو بشه. در نهاد مردمی ما فکر میکنیم که باید یک برنامه‌ای باشه، باید خونریزی نباشه، باید اعدام نباشه، باید یک چیزی شبیه احیاناً آشتی ملی، عفو ملی و غیره، که اینو باید تفکر و افکار مردم، نتیجه هایی که گرفته میشه و دادگاه های ملی و مردمی و صالح بیان به اون برسن. ولی نتیجه اصلی اینه که تیک تیک بسیار داره بلند میشه این شمارش معکوس. این آقا اولیش تشریف آوردن،
و من از آقای حق‌پناه خواهش می‌کنم، ببین آقای حق‌پناه، بعد از این آقای مهدی و غیره که بعضی اومدن زود گرفتن و بغل کردن و ماچو بوسه و چای و این حرفا و گفتن اوپس نمی‌دونستیم، سخت الان شما این کارو ادامه بدهید. مسلما سازمان‌ها و گروه‌ها هستن از جمله نهاد مردمی، میتونید تماس بگیرید، گزارشاتونو بفرستید و مطمئن باشید هر کسی که برای آزادی ایران کمک بکنه در آینده به هر صورت اون مدارک خواهد بود که اگر که بشه و اگر جزای چیزی باشه کمتر باشه به خاطر کمک‌های کردن، مردم ایران با مهر و محبتی که در قلبشان هست اینا یادشون نمیره. به هر صورت به صف اپوزیسیون در حال حاضر خوش آمدید و امیدواریم که هر هفته و هر روز به زودی زود یکی دیگر از این اعضای رژیم از بدنه رژیم جدا خواهند شد و مسلما این اتفاقی است که خواهد افتاد وقتی که یک شورای ملی و یک همبستگی بزرگ ملی در داخل و خارج از کشور پیوسته و همبسته انجام بشه. مطمئن باشید که ما پیروزیم، مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر، خدا نگهدار، پاینده ایران. من نه منم، من نه من منم، من ذره خاک وطنم، من هم وطن عزیز. نهاد مردمی برای ادامه فعالیت‌های خود که منطبق با یک هدف به 5 اصل مشترک می باشد، دست همیاری شما را به گرمی می فشارد. با رفتن به سایت نهاد مردمی www.nahademardomi.com از طریق پرداخت مستقیم به وسیله کارت‌های اعتباری، ویزا یا مستر و همچنین پیپل، شما نیز می توانید در پیشبرد راه نهاد مردمی که در راه آزادی ایران گام برمی دارد سهیم باشید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده، ویلز فارگو بانک، دارنده حساب دنیو ایران، شماره حساب 33-94-94-15-57، راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S، راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 122-30-248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شویم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. همیاری و همدلی رمز پیروزی است. ما پیروزیم چون حق با ماست. داستان شماست. Mm-hmm.